صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بار دیگر اعلام کرد که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به مواد منفجر است. ابتدا با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. یونیسف روز سه‌شنبه 10 بهمن در صفحه ایکس خود نوشته است که این نهاد در سال جاری میلادی برنامه دارد تا 3,600,000 تن از جمله کودکان را درباره خطرات مهمات انفجاری آموزش دهد. به گفته یونیسف با آموزش افراد درباره خطرات مهمات انفجاری آنان متوجه خواهند شد که چگونه از صدمات و مرگ ناشی از بقایای مواد منفجره جلوگیری کنند. در چند دهه گذشته در جریان جنگ‌های داخلی و چریکی هزاران مین در مناطق مختلف افغانستان کاشته شده و به میزان زیادی از مواد انفجاری منفجر نشده در زمین‌های مختلف باقی مانده است. مین‌گذاری و استفاده از مواد منفجره، مین‌های دستساز از تکنیک‌های اصلی جنگی طالبان به عنوان طرف اصلی جنگ در 20 سال گذشته نیز بوده است. مقام‌های طالبان حتی پس از بازگشت به قدرت از نیروهای خود برای مین‌گذاری استفاده کردند و آن را از مهارت‌های قابل تقدیر خود خواندند. بیشتر هم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 3,000,000 نفر از جمعیت افغانستان در شعاع 1 کیلومتری مین، بمب‌های دستساز و بقایای مواد منفجره باقی مانده از جنگ زندگی می‌کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا طی گزارشی اعلام کرده بود افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به مواد منفجره و مین است و هر ماه بیش از 60 نفر که اکثرا کودکان هستند در این کشور کشته یا معلول می شوند. این نهاد تاکید کرده بود 3,000,000 نفر در شعاع 1 کیلومتری مین، بمب‌های دستساز و بقایای مواد منفجره باقی مانده از جنگ زندگی می کنند. اوچا در این گزارش توضیح داده بود که آلودگی زمین‌های افغانستان به مین‌ها مربوط به قبل از سال 2001 و پس از آن است و ولایات ارزگان، قندوز، هلمند، قندهار، کنر، بادغیس، فاریاب، ننگرهار، غزنی، فراه، میدانوردک و سمنگان بیشترین آسیب را در این زمینه دیدند. بر اساس این گزارش تعداد زیادی از زیرساخت‌ها از جمله مدارس به مواد منفجره آلوده هستند در حالی که خانواده‌هایی که زندگی آنان وابسته به کشاورزی است از جمله کشاورزان و دامداران بیشتر در معرض خطر مواد منفجره هستند در ادامه این گزارش آمده همچنین شهروندان افغانستانی که به تازگی به کشور خود بازگشتن نیز آسیب پذیر هستند زیرا آنها پس از بازگشت به افغانستان مناطقی را که آلوده به مواد منفجره هستند نمی‌شناسند. گزارش اوچا خاطر نشان می‌کند که با عمیق‌تر شدن سطح فقر در افغانستان، کودکان و بزرگسالان بیشتری در صدد هستند تا گلوله‌های توپخانه و خمپاره‌های مصرف شده را برای جمع‌آوری فلز جهت فروش به منظور تأمین امرار معاش خود جمع‌آوری کنند که همین مسئله پیامدهای غم‌انگیزی را به دنبال داشته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل تأکید کرده بود که منابع لازم برای جلوگیری از خطر مین و مواد منفجره را ندارد و مبارزه با این گونه خطرها در حال حاضر به شدت کم است. اما یونیسف اکنون اعلام کرده که 3,600,000 تن از جمله کودکان را درباره خطرات مهمات انفجاری آموزش خواهد داد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. دکتر موسا نوری، کارشناس مسائل سیاسی از شهر ایسی ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر، سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام در خدمت. بزرگواری. آقای دکتر، لطفاً دیدگاه خودتون رو در مورد گزارش‌های اوچا و یونیسف مبنی بر اینکه افغانستان آلوده ترین کشور جهان به مین و مواد منفجر است بیان بفرمایید. گزارشی که از طرف یونیسف و اوچا منتشر شده حکایت از یک واقعیت تلخ در افغانستان داره. افغانستانی که بیش از 4 دهه دچار جنگ بوده و جنگ در این کشور جریان داشته طبیعی است که باید مملو از مواد منفجر ناشده باشه و این گزارش کاملا مطابق با واقعیت است و شاید هم بیشتر از اون چه که در این گزارش آمده خطر جان کودکان و دیگر افراد ساکن افغانستان رو تهدید میکنه.
بله آقای دکتر، همطور که تو گزارش هم اشاره شد، برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آگاه نمودن کودکان را تا چه حد مؤثر در این زمینه می‌دونید؟ تنها راهی که می‌تونه کاهش بده قربانی‌های این مواد منفجر ناشده رو همین آموزش‌ها می‌تونه باشه. باید به کودکان و همچنین دیگر افرادی که هنوز آموزش ندیدن، باید همه افرادی که ساکن افغانستان هستند و در مکانهای زندگی میکنن که اون مکانها نزدیک به مکان ماین گذاری شده و بمب گذاری شده هستش، باید به اینها آموزش لازم داده شود تا اینکه تلفات ناشی از انفجار ماینهای منفجر نشده کاهش پیدا بکنه. تنها راه میتونه همین آموزش ها باشه. بله، وضعیت این چنینی میتونه افغانستان و مردم آن را تا ده ها سال گرفتار خود کنه. شما چه راهکاری برای آسیب کمتر و پاکسازی زمین های افغانستان از مواد منفجره دارید؟ متاسفانه واقعیتی است که امروز در افغانستان جریان داره و طبق گزارش های موجود هر ماه قربانی میگیره از مردم افغانستان، خصوصا دامداران و کشاورزان و کودکانی که بیشتر اینها هستند که در معرض این آسیب قرار دارند. و کشوری که 14 دهه جنگ در اون کشور جریان داشته، از سال 1358 تا الان افغانستان همیشه و به صورت مرتب از سوی افرادی ماین‌گذاری شده اند. حالا در دوران جهاد مجاهدین و در دوران 20 سال حکومت جمهوریت ما شاهد بودیم که مناطق متعددی از سوی گروه طالبان ماین‌گذاری میشد، که الان هم در این گزارش آمده بود که الان هم طالبان از ماین و ماین‌گذاری تقدیر میکنند. و این وضعیت در افغانستان خب گواه یک حقیقت تلخ است که افغانستان بیش از سایر کشورهای جهان دچار این ماین‌های منفجر نشده و همچنین سلاح‌هایی که هنوز منفجر نشدند در افغانستان وجود داره متاسفانه. و تنها راهکاری که میتونه آسیب‌ها رو کاهش بده، باید بودجه لازم به پاکسازی ماین‌های منفجر نشده اختصاص داده شود و باید سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی دیگه که در این زمینه در مورد امور بشردوستانه فعالیت دارن، منابع لازم رو در اختیار مقامات حاکم در افغانستان، حالا من نمیگم که در اختیار حاکمان افغانستان، باید یک تیمی از سوی خود اونها باید درست بشه و اینها وارد افغانستان بشن و مناطقی که از قبل مشخص شده که اونجا ماین های منفجر نشده وجود داره اون مناطق رو پاکسازی بکنیم، و هم مناطقی که هنوز ناشناخته است. من مطمئن هستم که غیر از مناطق شناخته شده، مناطق دیگه هم هست که هنوز شناخته نشده و ماین های منفجر نشده در اونجا وجود داره. اینا باید شناسایی شون و این ماین ها پاکسا شون تا اینکه تلفات کاهش پیدا بکنه. تنها راه آموزش هست و اختصاص دادن بودجه لازم برای پاکسازی ماین‌های منفجر نشد. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا با ما همراه بودند.